دوستان خوب من بهرام خدایی و احتمالا برخی شما بیشتر از شما من از ایران از دانشگاه یا از اینجا خارج از دانشگاه یا ایران خارج از دانشگاه میشناسن و خوشحالم که این اولین نسخه بلاگ رو داریم انجام میدم که بیارم شما شما ولی قبل از این که حتما بعضی از شما شاید اون کانال تلویزیونی من تو یوتیوب دیدید که راجع به یک مسائل که به نظر من بسیار مهم و حیاتی و فوریه برای مردم ایران و جامعه ایران که این استان این حیاتی بودن فوری هم از من شروع میشه، یعنی منم در این داستان شریکم به عنوان جزی از مردم مملکت. دوستان خوب من تعداد یادتری از این دشت اونهایی که بعد از مدت ها سندست کردن و این طرف آن طرف کردن اول بلاگ برای شروع کردم و با آنکه راضی نیستم از این تولید، اونم صرفا به خاطر این آدم همیشه دنبال تکامل هستم، اینه که چون امکاناتم اجازه نمیده و وقت اجازه نمیده و هر جهت دیگه بیشتر از این نمیتونستم صرف کنم. در صورت این فعلا اولین نسخه اولین شماره این شروع کردیم و یک از دلیل و دلیل اصلیش در حقیقت من اون کانال تلویزیونی که در یوتیوب دارم اصلا ازش راضی نبودم به دلایل، ولی مهمترین دلیل که ازش راضی نبودم این اسم مستعار بود. از ابتدا من هیچگاه نظر نداشتم که با اسم مستعار هیچی رو شروع کنم، ولی برای که اصلا ببینم چگونه پیش میره این کار و نمیدن دیگه از فاکتورهایی که برای خودم به اصطلاح یک مقدار داده به من میداد که جمع و تفریق کنم کارا رو، شروع کردم با اسم مستعار اون به اصطلاح کانال رو راه انداختم. ولی از همون شروعش خیلی زود متوجه شدم که این کاری که داشتم میکنم با اسم مستعار راندمانش بسیار پایین بود و اینقدر بایستی این طرف اون طرف میرفتید و با 3-4-9 نهایتا باعث شد که من مجبور بشم این طرف اون طرف صحبت کنم. این بود که به هر جد تصمیم گرفتم که دیگه اصلا دیرم شده بود برای اینکه خودم بیام جلو و این از این راندمان بسیار کمی یا راندمان کمی که داشتم اونجوری میگرفتم یا اینقدر فرسایش در جهت چیزهای دیگه وجود داره در این کار که دیگه این نوع فرسایش ها رو باعثی تا اونجایی که مثلا امکان به اجازه امکانش هست دیگه ما خودمون نباید کمی زیادی بریم جلو. به هر جهت این شروعشه. یکی از کارهایی رو که فعلا تصمیم دارم ادامهش بدم، حالا نمیدونم تا که که اون کانال تلویزیونی رو ادامه هم داد در کنار این، اونم یک دلیل بسیار مهم داره. حالا همینجور که میریم خیلی
سخن داریم با هم دیگه. اون کانال تلویزیونی مهمترین بحثی رو که در زندگیم داشتم برای هم و از خودم شروع میشه در حقیقت و به بقیه به استناد درگیر، که مطالبی که در اون کانال مطرح میشه حیاتی برای خود ملت ایرونه، برای مردم ایرونه، که از خود من به عنوان یکی از اجزای اون ملت خیلی شدید و سریع و محکم درگیر این هر اتفاقی قرار بیفته سر منم میاد. لازمه که یک دیالوگی، یک گفتگوی بین تمام آحاد ملت ایرون در رابطه انشه و مهم هم نیست که چه گرایشی دارن از این طرف، از اون طرف، از بالا، از پایین. از نهایتاً باستید بسیار از این پرسش ها رو که اونجا داریم مطرح میکنیم برای خودشون باستید پاسخ شده داشته باشن. من هم یکی از اونها هستم که باستید پاسخش برای خودم داشته باشم. این بلاگی که الان دارم باش صحبت میکنم، شاید هنو فعلاً الان هنوز مطمئن نیستم چجوری داریم میخواد پیش بره، ولی یک شاید مطالبی رو که اینجا بررسی میکنیم یک کمی مثلا اهمیت حیاتیش به اون سریعی و اون مهمیت اون تلویزیونی نیست، یعنی اون بحثی که اونجا میشه فوریتش و اهمیت حیاتی و مماتیش به اندازه این بحثای اینجا شاید نباشه، ولی بحثایی که اینجا میکنیم از نظر زحمت و کوشش و خلاصه رنجی که برای من داره به هیچ وجه دست کمی از اونجا نداره. یک چیزی هم که در اون کانال اگر کسانی که گوش داده باشن بهش متوجه خواهند شد که از ابتدا من کوشیدم که مطالب جدید دست اول و درجه یک فتنه غیر قابل تکرار، یعنی هنوز نو، برای همینم مطرح کنم. یعنی در حقیقت مطالبی رو که در اون مطرح میکنیم در هیچ جای اینترنت هر جایی که بخواین به اصطلاح با گوگل یا دیگه بگردین این مطالب پیدا نخواهد شد. یعنی هر چیزی که ارائه میدم من در اون کانال نو و دست اوله. این کار رو در اینجا هم میخوام ادامه بدم تا اونجایی که به اصطلاح وسع ذهنی و سوادی و شعوری میرسه، چون بسیار بسیار کار مشکلیه که مرتب صحبت‌های جسته، ولی بیان کرد که در هیچ جای دیگه دنیا مطرح نشده باشه یا به صورتی که ما مطرحش میکنیم مطرح نشده باشه. یعنی در حقیقت چیزی که میخوام بگم اینجا در چیزایی که ما در اینجا مطرح میکنیم همون جایی که همونطور که اون یه به اصطلاح معیاریه برای اینجا که تمام اینها کار دوستایی پژوهش یه مقاله علمی ازش در میاد که در حقیقت هست. من علت این که فقط این رو به صورت شفاهی و به این صورت اینجوری مدرن دارم ارائهش میدم برای من خیلی راحت نیست. مخاطبین من دونم که بیشتر من یا این آماری یا دست آمده که این به این شیوه راحت تر اطلاعات رو جذب میکنن یا درک میکنن یا میتونن وارد یه گفتمان
بشن که هر دو طرف یاد تمام طرفین هر تعدادی که هستن اون سود درست رو از این بگیرن. بنابراین اگر یه موقع دیدید که مطلبی رو که بیان داره میشه در اون جلسه یا اون مگری که جلو جلو خواهم گفت که این زیربنای یک طب دیگه جدیده و این چقدر زیربناش، یا این که اگر بعد اصلا در بره تذکر بده، من بالاخره بشرم از ندای خدایی و ندای هیچی ندارم، ولی سعی کردم تو این رشته هایی رو که به صورت مشغول پژوهش هستم در ظرف 30-40 سال گذشته در یه عمقی برم که چیزایی رو که به دست میارم تازگی داشته باشه، نه اینکه تازگی داشته باشه. اینقدر کمبود پژوهش، شاید یه واژه دیگه شن که اصلا نمیخوام استفاده کنم، فقر پژوهشی وجود داره که دست به هرش بزنیم جدیده. بجد همین کار از همین جلسه فقط تذکر بدین اگر از این مسیر ما خارج بشیم. امروز فقط یه نکته کوچکی بگم برای به شروع برنامه‌مون، چون می‌خواستم اینو با یه چیز خودم شروع کنم، شاید یه شعر و آواز خودم درمش اونجا، ولی نگاه کردم اینقدر چیزای دست اول که دیگه مستره داره میگم دست نیمه از دست اول هم بالاتره دارم که اصلا دیدم اونا واقعا بایستی مثلا اولویت دارن که میان بشن شروع این بلاگ. چیزی هم که طبیعتا اصلا فکر کردم که چیز نداره، یعنی دیگه بحث و گفتگو این که چرا این رو میخوام انتخاب کنم نبود، هم توضیحش فقط به شما خواهم داد خیلی سریع که فقط بتونین به اصطلاح دنبال این صحبت رو، دنبال این به اصطلاح رو پیگیری کنید. من شروع برنامه رو با یک آهنگ آوازی از آقای شجریان انتخاب کردم. این رو در آینده بسیار صحبت خواهم کرد در رابطه من رو با هنرمندان به اصطلاح سطح بالای، ولی در مورد شجریان اینم میگم آقا دیگه حد اکثریه که میتونم راجعش بگم، برای که ماه هاست یا شاید سال هاست که در موردش فکر میکنم که با چه صفتی و چه توصیفی بایستی آقای شجریان رو توصیف کرد. اگر بگم استاد، اگر بگم استاد بزرگوار، استاد درجه، استاد بی‌نفتی، هیچ کدوم از اینا به اصطلاح مفهوم رو نمیرسونه. یعنی موقعی که به کسان یعنی دیگری که اونها واقعا استاد مسلم اون رشته شون هستن، استاد مسلم اون رشته شون هستن، اکسابوزی همه تو هم میشنسین، به کنسرت هاشون هم رفتین و غیر زالک، ولی اونا بگیم استاد معظم، استاد فلان، بعد و بخواییم به علی شجریان همون صفت ها رو به کار بریم کم میاریم، به شجریان ظلم میکنیم، نه اینکه به اصطلاح به عنوان یک شخص بهش ظلم میکنیم، بلکه به عنوان یک پدیده ملی بهش ظلم میکنیم. اینه که برای همین از که آگاهانه من واژه استاد معظم بزرگوار از این چیزا رو در مورد شجریان نمیتونم استفاده کنم. با این که دارم به این نواری رو که میخوام استفاده کنم امروز برای آقا این بلاگ، این نوارم خیلی اندیشیدم که چی شجریان رو چی بگم.
و تنها چیزی رو که بعد از واقعا مدت ها اندیشه بود، اندیشه واقعا که خودم چالش کردم در از انواع و اقسام جهاد، من تنها چیزی رو که میتونم در مورد شجریان بگم، شجریان حافظ امروز ایرونه، هیچ دیگه غیر از این جوهر وجودی این من رو، این بشر رو برای بقیه توصیف نمی کنه. حالا تمام چیزایی رو که حافظ در زمان خودش داشته با ما امروز با اون صفات و یا اون توصیفات میشناسیمش و بیانش میکنیم در مورد شجریان هست. شاید اگر نخوام یه ذره قلوب بکنیم شاید هم یه ذره بیشتر، من واقعا فکر میکنم از در خودم که مسئله حل و اگر درم های بحثی گفتمانی بزنیم که اگر کسی به چیزی نظری مخالف داری نظری یه بحث کلی گفتمان نشه باشیم که آیا میتونیم یه همچین یعنی توافق ملی خواهد بود که شجریان رو با این صفت توصیف کنیم، شجریان عنوان حافظ معاصر ایران. هر جوری که فکر میکنم تکیه شجریان درست مثل حافظ دوران خودشه، از در هنرش، از در دقت و ظرافت بی نظیر و غیر قابل اغمازی که توفارش داره، تمام اینا تنها کسی رو که در اثاری که حداقل من مطالعه کردم فقط حافظ نزدیک میشه به شجریان، اینه که هیچ بیشتر از اون ندارم بگم. و به خاطر این هم هست که واژه اون حافظ رو حالا سر میذاریم هر وقت صحبت ازش هست. خب این یک چیزی بگم که الان میپرسین برای چی میخوای ادعا میکنی که این نوار شجریان رو به عنوان یک چیز نو و بسیار نو و عجیب و غریب داریم معرفیش میکنیم و دارم میگم بله، این نوار در جنگل ضبط شده با یک کاست کوچولوی دستی از راسته که این روزا چنیز باتری و اتفاقاتی که اونجا افتاده، اول فکر کنم اکثریت بدونن اینو، من چون بی سوادترین آدم در موسیقی هستم این رو بالاخره یاد گرفتم که جنگل این درختاش تمامش مثل صدا خفه کن این درخت ها باز برگاش عمل میکنن، اینه که اون با یک کسی که صدا داره، هنجره داره، ریه داره، اونجا هست که نشون میده که آدم میفهمه که این چند مرده حلاج افراد. این بود که حالا این نوار رو میگید که این صدا در اون محل چطوری میاد بیرون و با همینجور که میریم بیرون این توصیف این به اصطلاح صدا رو خواهم کرد. ولی اتفاقی که افتاد دو تا چیز مهم در این نوار هست که نترسم خدا بگم که تکه مثل خودش، یکیش اینه که این نوار در مدار یک قسمتش در قسمت تصنیفش دو صداییه، حالا یه در میاد داد آقا که الان هم شجریان که بلا این نوار مال 20 سال پیشه ولی میگین که با بچهش کردن داره میخونه دو صدایی، ولی چی داره میگه این تکه من برای این که تکه لچم اینه که این تنها نواری هست که از شجریان من سراغ دارم که دو صدایی داره میخونه و خواننده‌ای که پشتش رو گرفته زنه، این مهمه دو صدایی بودن این نوار شجریان هست. و نکته
توجه باید بدم که این نوار چه زیرش و چه پخشش بدون اجازه آقای شجریان انجام شده. اینه که اون موقع خانش که پشت آقای شجریان هست، لیدای عزیز من هست که صداش رو من همه چیش رو خلاصه تکی برای من اونم موقعی که شروع کرد آقای شجریان خوندن خلاصه دوزدانه و سلا ترس با یه حالت ترس یا اینا شروع کرد پشت اومدن که واضح بود این که خواننده یه درجه بسه که اصلا این صحبت رو همش کرد همچین موقعیت رو نمیتونن بزنن از دستون در بره که یک شجریان داره میخونه و اونا میتونن همراهش باشن و بگذارن که این موقعیت ازشون در بره. در حقیقت هر دوشون در اونجا شعر سعدی رو میخونن، منم که خوندم بلد نیستم ولی بیان و یعنی سعی خوندن رو بلدم ولی خوب خوندن بلد نیستم. به شعر سعدی رو بیارم که بیان اون فر لیدا بود. میگه مله گرسنه و خانه خالی و سفره پر طعام، عقل باور نکند که از رمضان اندیشد. بنابراین برای خود من اگر لیدا دوزدکانه زیرکانه خلاصه زیرزیرکی با آقای شجریان دو صدایی نیومد، من فکر کنم اون یه اشکالی داشت. نه خلاصه این نوار خوشبختانه انجام شده هست و اولین تنها نواری که من سراغ دارم ازش. بالاخره شما هم با یه چیزی آشنا میشید. یه نکته دیگه که شاید به همین اندازه مهمه اینه که اتفاقی که این نوار باعث شد، آقای شجریان داشت همینجوری میخوند توی این جنگل و همینو گفتم با اون اشکال بزرگی که خوندن تو جنگل داره و یک دفعه دید که آهواد همینجوری یواش یواش شروع کردن اومدن طرفش، نه طرف اون، و همین جوری که داشت میخوند اینها بیشتر شدن. در حدود 7-8 تا آهو دور آقای شجریان جمع شده بودن که اشکال شروع کرد نوازشون کردن و دست سر به کارشون کشیدن و اینا اصلا همین جوری که آقای شجریان داشت میخوند اینها میخکوب شده بودن. یعنی در حقیقت از ما مثل این که بیشتر لذت میبردن و این صحنه به اندازه ای روی شجریان تأثیر گذاشت، روی همه ما تأثیر گذاشت ولی روی اون عنوان صاحب منصب مجلس طوری تأثیر گذاشت که خود او اصلا حالی باری شده بود. من هیچگاه شجریان رو در این حالت به اصطلاح که تمام چیزی رو که دنبالش بوده تو این 50-60 سال از خوندن اون با دستمازی که بوده داشت میگرفت اون رو کرد از این آهوا و اینا نمیرفتن اینجا تا این داشت میخوند اونا داشتن اونا هم ایستاده بودن. یعنی دیگه هوا تاریک شد که ما مجبور شدیم که اونجا یه موقع پیکنیک بود که من از آن شجریان چند نفر دیگه از دوستان دعوت کرده بودم که بریم اونجا چون جای باصفایی بود. خود هوا تاریک شد که ما ناچار شدیم که خلاصه جمع کنیم و بریم، ولی تا اون موقع این آهواد اصلا میخ شده بودن همون جوری که ما میخ شده بودیم و از یه صدایی که تو جنگل داره میاد و هیچ چیز هم دوربرش نیست، فقط یه ساز، نه ضرب هیچ چیز نیست، فقط یه ساز تنها که البته خود ساز زنش هم یعنی سنتور زنش هم اون یه صحبت دیگه است که یه سامان یه بچه اون موقع خود سیاه اون موقع 20 سالش بود 21-22 سالش، یعنی یه بچه واقعا بچه بود و طور این میخوند که خود شجریان هم منقلب میشه از ساز زدن این ساز سنتور زدنش.
و این دوتا داشتن خلاص، فقط یه ساز اونجوری بوده که در اون موقع میزد و این کنسرت برای آهوان پارک ملی شنوندگان توسط آقای شجریان کنسرت افتخاری برقرار بود. یعنی همچین انقلابی در اون و در همه ماها ایجاد کرده بود که اصلا تکانه بزن بخوریم. یعنی همچین چیزی من که اصلا زندگی ندیده بودم و به نظر اومد که شجریان اصلا ندیده بودم چیزی. برای همین این هم که اون کسانی که موسیقی بلدن، نه نوت بلدن، موسیقی بلدن و میشناسن، بایستی ده تفاوتی رو که صدای شجریان در حالتش داره علی‌رغم این کاست کوچولوی باتری داری باید حس کنن، تا اون کنسرت هایی که با انواع و اقسام سینتسایزر ها و دستگاه الکترونیک و اینا یک زش بالا پایین تنظیم میشه از این داستان. در صورت این دوتا نکته ای بود که من در این نوا تک دیدم، این بود که خلاصه تا خودم بگیرم که اینو برای شما دوستان نگذارم، که امیدوارم که بتونم در جلسه آینده کم بیشتر روی نوار صحبت کنم، چون همش رو امروز نمیتونیم. خب این تا صحبت دیگه. خود به در شدم، از در در آمدی یا من از خود به در شدم، گویی که از این جهان به جهان دیگر شدم. خود به در شدم، از در در آمدی یا من از خود به در شدم، گویی که از این جهان به جهان دیگر شدم. خبر بیامد به من بی خبر شدم،
باشم با تا که خبر میدهد دوست صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم گفتم ببینمش مگر درد اشتیاق ببینم و مشتاقتر شدم گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شد بدیدم و مشتاقتر شدم Thank you.
کورش در می کنم بر شدم گویم روی سرخ تو سعدی چه زرفه تکسیر عشق در مسایخ زر شده رفتم در میخانه عزیزم خوردم دست تو نمستم دیوانه خریدم نمستم دیوانه خریدم مارا که زرفت مارا که زرفت رفتم در میخانه عزیزم رفتم در میخانه عزیزم خوردم دست تو نمستم خوردم دست عشقم به تو نمستم دیوانه خریدم نمستم دیوانه خریدم مارم که رفتم مارم که رفتم Again,
اگر تو فارغی از حال دوستان بیا که وقت بهاره
اجال نطخ نباشد زبان گویار جانم شدم از در در آمدی زمان از خود به در شدم یک از این جهان گوشم به تا که خبر می‌دهد ز دوست صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شد بدیدم و مشتاق‌تر شدم
لب چشم از او چگونه تم نگه داشت. لب چشم از او چگونه تم داشت که ول نظر به دیدن او دید و شده فات نبودش به سید من، او را خود التفات نبودش به سید من، من خیشتن مسیر کرد نظر شدم. آخ سرخ تو سعدی چه زرد کرد، به تیر عشق در مسما زر شدم. رفتم در میخانه عزیزم، رفتم در میخانه عزیزم، خوردم دو سفینه، خوردم دو سفینه، من مستم و دیوانه حبیبم، من مستم و دیوانه حبیبم، ما را که زد خانه مورم که برد خانه. موسیقی
تمیز برخیز و بریم زنه که جواب سازد عشقم به تو فردازد زنه که جواب سازد عشقم به تو فردازد تو اگر عشق بره تو اگر عشق بره پاس را پردیز کنی همچو فرهاد و روه همچو فرهاد و روه از عقب خود بکنی تو اگر تو اگر ماه نیکو رویانی تو اگر شاه نیکو رویانی دل بر عزیز شوخ باطنیز برخیز و بریز ظلمه که جهان سازد عشقم به تو پردازد زمه که جان سازد عشقم به تو پردازد رفتم در میخانه خریدم رفتم در میخانه حبیبم خوردم دو سه پیمانه خدا دلی داد
چه بودست ناشکیبا را شدم از در در آمدی یا من از خود به در شدم روی که از این جهان به جهان دیگر شدم
گوشم به تا که خبر می‌دهد ز دوست، صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق، ساکن شد بدیدم و مشتاق‌تر شدم. چشم از او چگونه تم نگه داشت، من چشم از او چگونه تم نگه داشت، که اول نظر به دیدن او دیده و شده فات نبودش به سید من، او را خود ارتفاعت نبودش به سید من،
آن خیشتن مسیر کرد نظر شدم آخ سرخ تو سعدی چه زرد کرد تکسیر عشق در مسما زر شدن رفتم در میخانه عزیزم رفتم در میخانه عزیزم خوردم دو سپیمانه خوردم دو سپیمانه من مستم و دیوانه حبیبم من مستم و دیوانه حبیبم ما را که زد خانه مورم که برد خانه دلبر عزیز شوخه با تمیز برخیز و بریز زنه که جواب سازد عشقم به تو پردازد زنه که جواب سازد عشقم به تو پردازد تو اگر عشق بره تو اگر عشق بره پاس را مفردیز کنی همچو فرهاد و رو همچو فرهاد و رو از عقل خوش بکنی تو اگر تو اگر ماه نکرویانی تو اگر شاه نکرویانی
دلبر عزیز شوخ باطنی در خیز و بری ظلمه که جان سازد عشقم به تو پردازد ظلمه که جان سازد عشقم به تو پردازد رفتم در میخانه خریدم رفتم در میخانه